به نام خدا. با ادامه دوره طراحی سایت در خدمتتون هستیم. ما تونستیم که توی مراحل قبل سایتمون رو به جاهایی برسونیم. حالا توی این جلسه ما قصد داریم که به صورت دو سویه کار کنیم، در واقع یه بخش لینک رو کامل کنیم و یه بخش هم برای موضوعاتمون کامل تر کنیم. در واقع میخوام یه صفحه شوکتس درست کنم و خبرهایی که دارای موضوعات خاص هستن رو اونجا جدا کنم از هم دیگه. قبل این دوتا یه دونه کد میخوام بنویسم برای زیبا کردن سایتم. تقریبا اول از همه سایتم رو بالا میارم از default.spx view in browser رو میزنم. به من و این ارور برای دیتابیس هم هستش. من دیتابیس هم چه مشکلی داره اینجا فکر کنم. هنوز کانکت نشدم به دیتابیس هم به خاطر اونه. من حالا توی فیلم های قبلی مشکلی که داشتیم این بودش که صدای هوایی هم بودش توی فیلم ها و این صدای هوا رو من رفتم یه میکروفون تهیه کردم و همونطور که ملاحظه میکنید هم جلو هم هستش، یه میکروفون خوبیه. بله این میکروفون رو گرفتم که دیگه صدای فن لپتاپ هم آزارتون نده. عذرخواهی هم میکنم به خاطر فیلم های قبلی، دیگه چاره نبود، رفتیم یه میکروفون تهیه کردم و امیدوارم کیفیت صدا بهتر شده باشه. حالا ما این دیتابیس اونو فعال کردیم، رفرش میکنیم. خب سایت هم اومد. کجا رسیده بودیم؟ حالا من میخوام این سمت چپ بالا میبینید عکس کاغذه، اینجا رو من میخوام عکس یه دونه به فرض فنجون بذارم. به فرض عکس یه فنجون بذارم. میام اول دنبال یه عکس فنجون میگردم. حالا یادم یه عکس فنجون گذاشته بودم رو سایت های قبلیم. میام توی سایت چت هم این عکس فنجون رو میبینید این بالا برای سایت هم اومده. این عکس فنجون رو من میخوام عیناً قرار بدم توی این سایت ASP. میام ویو سورس رو میزنم و این عکس رو از اینجا ذخیره میکنم روی کامپیوترم. خب اصطلاحاً به این کار فیویکان میگن. ما حالا رینیم میکنیم این فنجون و عکسشو و فیویکان میذاریم اسمشو. حالا میام توی پوشه سایتم توی فولدر عکسم
این فنجون رو قرار میدم چی؟ یا بهتر بگم favicon.gi. خب حالا میرم فراخونیش میکنم توی مستر پیجم که توی همه صفحات هم اون فیویکان هم اون بالا نمایش داده بشه. خب میام توی مستر پیجم، کدی که براش باید تایپ کنم به این شرحه: لینک رل از نوع شورتکات آیکون هستش، شورتکات آیکون با آدرس href مساویه axe/favicon.gif. لینک رل شورت کات آیکون hf عکس دات درست. کنترل اس میزنم که ذخیره بشه. حالا میام یه رفرش میکنم ببینم آیا اومد. الان باید اون بالا سمت چپ من این عکس ظاهر بشه. حالا ممکنه تو کشم سیو بشه و نیاد، ولی در کل با این کار ما باید داشته باشیم. به این کار اصطلاحاً فیویکان گذاشتن روی سایت میگن. اگه من بخوام روی اینترنت اکسپلوررم و کلن مرورگرهای قدیمی هم بیاد، باید از فرمت ICO استفاده کنم و اگه بخوام که به فرض حالا توی مرورگرهای جدید فرمت های عکس دیگر رو هم پشتیبانی میکنه، ولی من اگه بخوام توی مرورگرهای قدیمی بیاد حتما باید از فرمت ICO استفاده بکنم. حالا ما میایم چون اینجا بالاخره کش داره و نمیادش، یه دونه کنترل شیفت N میزنیم که نسخه مرورگرگولی کروم بدون کش باشه و اینجا تستش کنیم. کنترل شیفت N زدم که این نسخه بدون کشش و با امنیت بیشترش اومدش. حالا ببینیم انجام شده یا نه. همونطور که ملاحظه میکنید اومده. حالا من یه بار اصلا سایت رو باز و بسته کردم، توی خود گوگل کروم هم این اومد دیگه، نیازم نبود به نسخه امنیتی گوگل کروم هم بیای. خب میبینید این فنجون خوشگل من اومد اون بالای سایت هم قرار گرفتش. میتونید هر عکس دیگه هم بذارید، ولی اگه میخواید توی نسخه قدیمی بیاد حتما باید عکستون فرمت آیکون داشته باشه یا به اصطلاح دات آی سی او باشه. حالا بریم سراغ کار اصلیمون. ما یه بخش داریم توی این دستبندی هامون اینجا. ما میخواییم این دستبندی هامون رو وقتی روش کلیک میکنیم وارد صفحه شوکتس بشیم و مطلبهایی که در مورد اون موضوع خاصه رو نمایش بدیم. به فرض وقتی من روی ورزشی کلیک کردم، مطلبهای ورزشی من همش رو نمایش داده بشه. و رفتم وارد اقتصادی شدم، مطلب های اقتصادی. الان روش کلیک کنم به فرض صفحه هیچی میاد بیا، باید یه دونه صفحه شوکت درست کنیم با کوئری استرینگ سی آی دی. و بخش بعدیمون همین پیوند هاست، یه بخش موضوعات باید درست کنیم، ببخشید یه بخش لینک ها باید درست کنیم اینجا که ما هرچی پیوند داریم اینجا درج کنیم. اما واسه اینکه این پیوند ها رو درج کنیم
نیازه که یه صفحه مدیریت داشته باشیم، مثل همون مدیریت اخبار، و بتونیم پیوندهامون رو درج کنیم. پس شروع میکنیم، یه دونه صفحه مدیریت درست میکنم به نام مدیریت لینک ها، و توش لینک ها رو ویرایش و حذف و درج میکنم. در واقع اضافه کردنش هم یه شباهت های خاصی به همون اخبار داره. این کار شروع میکنم، میام باز میکنم، اول از همه میام توی پنجره سولوشن اکسپلوررم و روی پوشه ادمین کلیک میکنم، کلیک راست روی پوشه ادمین کلیک راست میکنم، گزینه اد نیو آیتم رو کلیک میکنم، وب فرمم و سلکت مستر پیج رو دارم، اسمش هم میذاریم نیوز رو چی گذاشتیم اینجا من نگاه کنم این وقتی زشت نشه news.asvx گذاشتیم، پس این هم میذاریم link.asvx. خب web form select master page و این رو هم link.asvx قرار میدیم. ادو میزنیم. خب گفته که admin مستر پیج ادمین. حالا من مستر پیج ادمین رو بعداً درست میکنم، هنوزم روجبش فکر نکردم که چه شکلی باشه تمش. حالا ما اینو ساختیم، اینم صفحه دیزاینش. توش چی بذاریم؟ توش میخوام یه دونه جدول بذارم که تو همه لینک هامو نمایش بده. در واقع یه دونه گرید ویو باید بذارم که هر چی لینک دارم نمایش بده تا اونا رو بتونم به روز رسانی حذفشون کنم. میام بده گرید ویو از توی تول باکس بخش دیتا انتخاب میکنم و روی صفحه‌ام قرار میدم. خب همونطور که یادتونه چوز دیتا سورس رو کلیک میکنم، نیو دیتا سورس انتخاب میکنم و ببینیم بعدش چی میاد. احتمالا الان کامپیوتیشن ویزارد میاد و ما باید آبجکت رو بزنیم، اوکی کنیم. اینجا باید دیتا ست لینک تیبل آداپتر انتخاب کنیم، لینک تیبل آداپتر، برای اینکه ما میخواییم بخش لینک هامون انتخاب کنیم. کلیک میکنیم، واسه سلکت هم میگم همه لینک هامو میخوام، یه بخش آپدیت هم میگم آپدیت لینک هم رو میخوام، یه اینزرت هم اینزرت لینک رو میخوام، یه دیلیت هم دیلیت لینک رو میخوام، همه رو میخوام. فینیش رو میزنم و اینیبل پیجینگ باشه، اینیبل ادیتینگ باشه، اینیبل دیلیتینگ باشه، اینیبل سلکشن باشه و اوتو فرمتش هم کلاسیک قرار میدم. اپلای، اوکی. دیگه چیز دیگه نمیخوام، تایمش کافیه. حالا بریم سراغ قسمت درجش. ما الان اینو ساختیم، توش هم بحثی نیست، بریم یه بخش درج بسازیم براش. یه دوتا کلیک میکنم بیاد پایین خطم، میام تو بخش سورتم، اینجا یه دونه تیبل درست میکنم. ببینید ما صفحه لینک هامون چیا بود اصلا، توش نگاهی بکنیم اصلا لینک هامون چه ستونهایی داشت. لینک آیدی داشت، لینک نیم داشت، لینک یو آر ال داشت، لینک دیسکریپشن داشت. آیدیش که خودکاره، در واقع خودش میده. یه نیم میخوایم، یه یو آر ال میخوایم، یه دیسکریپشن. نیم که همون نامه، URL همون آدرسه، مثل www. description که توضیحاته، یعنی سه تا تکست باکس من میخوام اینجا به علاوه یه دونه دکمه. پس یه جدول دو ستونه چهار سطره الان باید مد نظرم باشه. بریم انجام بدیمش دیگه. یه دونه جدول
اینا رو ببندم، هی دستم میخوره میاد تو اینا. خب ما یه دونه جدول میخوایم، تیبل یه دونه یادم باشه اینجا استایلم بذارم، استایل مساویه با اون چیزی که حالا درست میکنیم براش، بعدش تی آر باز و بسته. پس چی شد الان این سطر دیگه؟ ما دوتا ستون میخواییم توش، پس تی دی دوتا باید توش باشه. چند تا سطر بود؟ چهار تا بود. اینم چهار تا سطر دو ستونه. چی بزنیم حالا؟ میام اولیشو می‌نویسم عنوان پیوند، عنوان پیوند داراخته اسپیس، بعد اینجا هم یه تکس باکس بذاریم علال حساب تا تکس باکس هم کو تی تی نا. اینجا هم یه تکس باکس میذاریم، آیدی تکس باکس رو چی بذاریم؟ کوشش آیدی جان اینجاست، میرسم تیکس دی txt underline title بکنم قشنگ بشه. خب همین خوبه. حالا بریم ببینیم چه شکلی شد عنوان پیوند. خب این الان یه سری یه دایرکشن میخواد اینجا توی استایلش که یه ذره ترتمیزش کنه. دایرکشن دو نقطه right to left، راست به چپ. بعدش دیگه چی بنویسیم واسهش؟ یه فونت فامیلی بهش بدیم، نوع فونتمون فونت فامیلیشو میذارم تاهما. بعد دیگه بهش چی بدیم؟ فونت سایز میدم 12، فونت سایز 12 پیکسل. همشون وسط بیان، در واقع تکس الاینش سنتر باشه. ویدش 500 پیکسل باشه. خود جدولش بیاد وسط قرار بگیره، در واقع مارجین 0 اتو تو رو قرار میدم دیگه. یه بوردر هم مندازیم دورش دیگه، بوردر کالر ترنگیش کنم، بلک خوبه خوبه دیگه، بوردر بلک، بوردر چی بود؟ وید، وید که همون پهناشه میشه چی؟ هم بریم یه پیکسل خوبه فکر کنم دیگه. border style بهش بدیم، border style solid فکر میکنم گزینه خوبی باشه، یه دست solid. خب یه پدینگ هم بهش بدم فاصله داخلی باشه 10 پیکسل دیگه. حالا همین رو اجرا کنیم دیگه، چیزی به ذهنم نمیرسه. ببینیم چی شد، خیلی خوب شد. فقط من این دوتا رو جا به جا کنم، عنوان پیوند رو بیاریم بذاریم بالا، اون رو بذاریم پایین.
عنوان رو گذاشتیم، بریم سراغ URL. URL چی می‌نویسیم؟ می‌نویسیم آدرس پیوند، مثلا آدرس پیوند آیدی رو میذاریم txt underline link، یا نه URL بهتر، URL. بعدی رو چی بذاریم؟ توضیحات لینک، اینم تکس باکسش میشه. چی بذاریم؟ txt underline description. یه دونه دکمه میذارم که این میشه btn underline link، و یه دونم لیبل میذارم که اگه با موفقیت ارسال شد بنویسه که عزیزم لینکت با موفقیت ارسال شد، lvl underline link. اینم از این، فکر کنم شکل کلیش خوب شده باشه. بله خیلی قشنگ و خوب شد. باید این توضیح پیوند رو دو خطه کنیم یا چند خطه کنیم، مالتی لاینش کنیم، و بقیهش این دوتا هم که خوبه دیگه. یه ذره بزرگتر کنیم، صد و هفتاد. این هم 170 پیکس بشه. خب تکست این هم بذاریم ثبت پیوند، ثبت پیوند. حالا پیوندش هم نزدیم، نرسیم ثبت. خب این هم خوب شد. این هم تکستش رو پاک کنیم از توش، خالی باشه. بریم سراغ کد نویسیش دیگه. الان میام دو بار روی این دکمهش کلیک میکنم، رخداد کلیکش میاد. بریم میگن رخداد کلیک، دو بار روش کلیک کنی رخداد دیفالتش یا پیشفرزش کلیکه، این میادش. حالا تو کدش چی بنویسیم؟ ما اول باید اول از همه باید بریم به اون تیبل آداپترمون وصلیم. برای اینکه وصلیم باید کد تیبل آداپتر رو بنویسیم، بعدش اینزرت کنیم توسط کد متنای داخل تکست باکس هامونو. پس پروسه کاریمون این دو کد اصلی شد. بعد بقیهش هم که حالا همون لحظه اضافه میکنیم بهش. بریم اول از همه بهش بدیم لینک. ای وای فارسیه، چرا لینک تیبل آداپتر. بله این همون چیزیه که من نوشتم. لینک تیبل آداپترز بعد چی بود؟ دات تی بی ال لینک آن، بله تی بی ال آندرلاین لینک تیبل آداپتر. بعد یه متغیر می نویسم LTA link table adapter مساوی با new
که از نوع همین لینک تیبل آداپتر داد TBL underline لینک تیبل آداپتر هستش سیمیکالون. بعدش میام چیکار میکنم، همین متغیر LTA هم رو insert میکنم insert نمیکنم insert link میکنم dot insert link. بله این بود query من insert link. خب گفته که رشته link name، رشته link url، رشته link description، چیزایی که داخل این باید بنویسم این سه تاست. خب لینک نیم من کجا بود؟ توی txt underline title dot text متن این تکست باکسم. بعدش لینک یو آر ال txt underline یو آر ال dot text txt underline description dot متنش. بعدش دیگه چیزی ندارم دیگه، تمام میشه دیگه، همین راحتی سادگی جذابی و اینا. خب حالا اینجا اینا رو تمام کردیم، بیایم اینجا توی لیبلمون بگیم که عزیزم با موفقیت ارسال شد یا ثبت شد. پس می نویسم lbl underline link تا تکستش مساوی بشه با فلان چیز که تو این می‌نویسیم. چی نویسم که خوب باشه؟ چی شما توی درفتی؟ می‌نویسم تبریک لینک جدید ثبت کردید. این هم از این. بعدش من میخوام اون لینک جدیدی که ثبت کردم توی اون گرید ویو اون بالا بیادش. پس یه دونه گرید ویو دات بایند می‌نویسم که بایند کنه گرید ویو ما. گید ویو چی بود اسمش؟ گید ویو یک باید باشه دیگه، اولا منطقی این قضیه دیتا بایند چون متد پرانتزم میذاریم و بس سلام و نامه تمام. نه دیگه یه چیز دیگه مونده. بعد اینکه من اینا رو به فرض مینویسم، مثلا تکست باکس اول دوم سوم رو پر کردم، یو آر ال هم گذاشتم، دکمه ثبت هم زدم، بعدش که بخوام دوباره بنویسم توش این متنایی که نوشته بودم هست. پس بعد اینکه دکمه رو زدم بعد تکست باکس هم خالی بشه. پس این کارو میکنم، خالیشون میکنم بعدش. txt underline title مساوی با null، txt underline url مساوی با null و txt underline text هم مساویه با خالی. بعد خیلی خوب و نه دیگه یه اشتباه فاحشی کردم و اونم این بود که بعدش نگفتم که متنش میخوام خالیش. بله حواستون رو جمع کنید که ضایع نشید. خب اینم از این دیگه، فکر کنم کامل باشه مدیریتم. بریم تست کنیم دیگه، من هر چی تو ذهنم بود انجام دادم، چیز دیگه رو ذهنم نمیرسه. میبندیمش میریم اینجا. خب توی پوشه ادمین ادمین اسلش لینک دات اسپیکس
استوری داده ببینیم چیه. گفته که لینک تیبل آدابترز دا تی بی اندرلاین لینک. خب چشه؟ چرا؟ چی شده؟ مشکل چیه؟ یه جاهایی از کد نویسی آدم ناراحت میشه خاطر دو تا پرانتز کل سایت رو بالا نمیاره. یادم رفته دیگه، چرا دعوا میکنی؟ خب اومدش عنوان پیوند میزنیم. چی بزنیم عنوان پیوند؟ کدوم سایت رو بزنیم؟ اولین سایت رو می نویسیم، سایت مدار تو، سایت مدار تو. آدرس پیوند درج می کنیم http://madareto.com و توضیحات پیوند می نویسم که شعار سایت رو می نویسیم به فرض زندگی روی مدار تو می چرخد، فکر تو، پندار تو، احساس تو، رفتار تو، زندگی روی مدار تو می چرخد. ثبت می کنیم ببینیم چی میشه. تبریک، لینک جدید ثبت شد. خب این حالا خوشگل ترم باشه میاریمش وسط، بذارید بیاریمش وسط توشیل ترشن. خب اینو میبندیم کجایی تو که ما بیاریم وسط. خب این گیت بیامونو میندازیم که یه دونه دایو جه. خب بعد یه استایل میذاریم، این استایل هم رو توش مارجین رو میدم 0 اوتا و میام اینجا میبندمش دیگه، سیوش میکنم، میام توی این یه ریفرش تکست الاین اینجا چیز کنم، اشتباه از من بود ببخشید. این میاد خود دیوو وسط میاره و حالا الان ببینیم چی میشه. باز هم نشد، مسئله نیست. میایم از تگ دوست داشتنی سنتر که همیشه هوای آدمو داره استفاده میکنیم. و هیچ وقت هم آدمو ضایع نمیکنه. بله. حالا بریم سراغ سایت بعدی. سم چت روم مدار تو، آدرس پیوند میزنم http://chatroom.madareto.com بعد میرسم چت روم فارسی با محیط دیبرشون با محیط روش همین چت روم فارسی زبان ثبت میکنم، میاد دومی. یه دونه دیگه هم بدیم، تجهیزات
آشپزخانه. خیلی خوب. تجهیزات آشپزخانه صنعتی، لینک بهش میدیم http://armand-mehab.ir و چی بزنیم اینو؟ شرکت آرمان فیدار مهام سمت. خب این سه تا سایت بسته دیگه، حالا فعلا زیادی هم نوشتیم. الان این سه تا سایت رو من میخوام بیارمشون توی صفحه نخستم نشونشون بدم، یعنی توی default.aspx توی این بخش زیر زیره، یعنی این دستبندیه اینجا نشونشون بدم. حالا چیکار کنیم؟ این کجاست؟ توی مستر پیجم دیگه. میام تو مستر پیجم، اینجا من حالا اچش و پیوند ها گذاشتم، میام جای این به زودیه یه دونه دیتا لیست میذارم. دیتا لیست هم نابود کردیم، میام دیتا لیست هم رو چوز دیتا سورسش رو نیو دیتا سورس میزنم، آبجکت رو آبجکت دو شد، یکش واسه این یارو موضوعات همه، آبجکت دیتا سورس دو قرار میدیم و چوز یور بیزینس آبجکت برابر با لینک تیبل آداپترز قرار میگیره. نکست میکنم. حالا اینجا ما چی میخوای؟ میخوام همه لینک هامو بده، اما آپدیت نمیخوام، اینزرت نمیخوام، دیلیت هم نان. خب در نتیجه اینجا همه رو به هم بده. فینیش رو میزنم. حالا که فینیش رو بزنم یه ماکتی ازش اینجا بهم نشون میده، میگه که الان اینجوریه، لینک آیدی رو میده، لینک نیم رو میده، لینک یو آر ال رو میده با لینک دیسکریپشن. همینجوری علل حساب به ما یه نمایش بده. شما که اینقدر زیبا شدی. default.asmix سیویش نکردم. کنترل اس ریفرش. خب ملاحظه میفرمایید همه رو داد بهم، اما این شکلی باب میلم نیست. اون شکلی که باب میلم رو الان با هم دیگه انجام میدیم. میبینید میام سورس کلیک میکنم، پیوند ها رو میزنم. خب اینجا اینا رو به من داده. میام زیر آیتم تمپلیت هم کد HTMLی که دوست دارم رو مینویسم. ببینید من میخوام لینک باشه، لذا از تگ A باید استفاده کنم. A href مساویه با بعدش تایتل که مساویه با بعد تارگت هستش که میگم بره یه صفحه جدید باشه، یعنی underline blank و آ رو میبندم. وسطش هم اون یه متن که عنوانم و لینک نیم هم میذارم. خب چیکار کنیم؟ میایم این لینک نیم رو کپی میکنیم اینجا میذاریم و اینجا هم تو تایتل هم میذارم. درست؟ نه دیگه، میام توی تایتل هم لینک دیسکریپشن رو میذارم. حتی کار اصولی اینه که هم یعنی سئو اگه بخوایم در نظر بگیریم، تایتل هم باید همون لینک نیم باشه،
ولی من اینجوری میذارم که از جفتش استفاده کرده باشم. خب الان از سه تار استفاده کردم. حالا بریم سراغ لینک یو آر ال. هم این هم میذاریم برای چه؟ احساس میکنم چیز دیگه نیاز نداریم. اینا رو هم پاک میکنم. خب بریم سیوش میکنم ببینیم چه شکلی میشه. خب سه تا لینک به من داده که روش موسمو میبرم. توضیحاشو میاره و وقتی روش کلیک میکنم توی یه صفحه دیگری به من سایت رو نشون میده. ببینیم بازدید دیروز این سایت همون چقدر بوده. 6000. خوبه. خب ما الان اینها رو داریم. با این ها من میتونم چیکاری انجام بدم؟ بیام اینا رو بذارم توی تگ ال آی از این بیل بیلک ها که بغل این دسته بندی هم گذاشتم اینجا هم قرار بگیره. میام توی سورس. خب این یو ال ال آی هم رو مجدد این بر هم میخوام. ULLI و متعاقبا LI UL و این BR هم که داره فانی رو ودا میگه. استایلایی که اون وقت تعریف کردیم اینجا هم تعریف کنیم. من استایلایی اینا رو کجا تعریف کردم؟ یه تب باید توی همین رایت وسط تعریف کرده باشم. رایت وسط UL و LI. پس باید اینجا هم بخونه دیگه. بزر CSS رو ببینیم. رایت وسط UL LI A. بله اینجاست. همه چیش درسته. پس چرا من تفاوته؟ چی بنویسیم؟ الان مساوی هست مثلا رایت یه مشکلی که دارم اینا با هم دیگه حالا تراز نیستن. اینا رو بعدن حالا تراز میکنیم. ما به اینجا رسیدیم که اینا رو هم نوشتیم. حالا این بعدن صافکاری نقاشیش رو انجام میدیم که اینا رو همه رو با هم تراز کنیم. اینا رو همه رو باید یه کد یه پارچه واسه شون بنویسیم که حالا بعدن روش فکر میکنیم و انجام میدیم. فعلا بریم سراغ شوکت.
نمایش موضوعات ما. ایو میشه میفاییم باحاله. خب مثل این شو نیوز هم بعد اون هم درست کنیم. خب الان ما برای اینکه بتونیم موضوعاتمون رو نمایش بدیم، برای اینکه بعد از کلیک روی موضوعم صفحه اخبار مربوط به اون موضوع بیاد، میام روی نام پروژه کلیک راست میکنم، از قسمت سولوشن اکسپلورر روی نام پروژه کلیک راست میکنم و گزینه اد نیو آیتم رو کلیک میکنم. میخوام صفحه شرکت رو بسازم. مستر پیج هم درسته، فقط اینجا رینیم میکنم، می‌نویسم که شو کتس دات اسپیکس. حالا به صفحه الان باید اضافهش کنیم، میاد و میزنی سایت دات مستر. اوکی خب درست اومدش. اینا رو هم پاک کنیم همه رو. حالا الان مثل همون بخش نیوزم باید عمل کنم، یه دیتا لیست بذارم این وسط، بیام اینجا اینجا یه دونه دیتا لیست بذارم و اینو چوز دیتا سورسشو نیو دیتا سورس کنم، آبجکت دیتا سورس یک رو میزنم و اینجا حالا ببینید ما طرف حسابمون موضوع ها و خبر هاست، اما ما میخواییم خبر ها رو بر اساس موضوعات نشون بدیم، پس خبر ها رو میخواییم نمایش بدیم. پس میریم نیوز تیبل آداپتر رو کلیک میکنیم. یادتون باشه من یه کوئری نوشته بودم به نام get data news by cat id، می اومد اخبار رو بر اساس آیدی موضوع نشون میداد. همینو انتخاب میکنم، آپدیت نمیخوام، اینزرت رو نان قرار میدم، دیلیت هم نان قرار میدم و نکست رو میزنم. حالا میگه پارامتر سورس من، پارامتر من، پارامتر کاری من چی باشه؟ ما پارامتر رو کوئری استرینگ در نظر میگیریم و کوئری استرینگ فیلد رو کت آی دی در نظر میگیریم، سی آی دی. دیفالت ولی رو هم یک قرار میدیم و فینیش میزنیم. به این صورت حالت کلیش مطالب من نشون میده. سیوش میکنم، این نمایش میگیرم ببینم چه بلایی سر این سایت بیچاره آوردم. خب ببینید الان من میام روی این موضوع مثلا ورزشی کلیک میکنم، روی ورزشی کلیک کنم باید صفحه شوکت سه من بیاد، مطالب ورزشی بیاد. آره میگه مثلا نیوز آیدی 6 یعنی مطلب سوم ورزشی بود. روی علمی فرهنگی کلیک میکنم، من هیچ مطلب علمی فرهنگی ندارم. اقتصادی مثلا مطلب دوم من اقتصادی بوده، مذهبی اصلا ندارم و تفریحی هرچی گیرم آمده تفریحی کردم، اینا از تفریحی های منه. اما ما به این صورت بالاخره خیلی زشته دیگه، میام صفحه نیوزم شو نیوزم کو. اینجا یه حالت خوبی برای این دیتا لیستم تعیین کردم، همونو برمیدارم کپی میکنم، این دیوارم برای کیه؟ آها همه جزء داستانه. خب از آیتم تمپلیت شروع میکنم تا آیتم تمپلیت میرم، کپیو میزنم، میبندمش، میرم سراغ شوکتسم. حالا اینو توی شوکتس جایگزین میکنم.
بعد سیو میکنم. حالا بریم صفحه نخست. حالا بریم ورزشی مثلا، بریم چی شد. به به چقدر خوب شد. حالا بریم تفریحی. به به خیلی عالی شد، لذت میبرم از سایتی که طراحی کردیم. خب بحث ما تا اینجا باشه. انشالله توی جلسه بعدی میخوام تعداد بازدید رو بهتون نشون بدم. ملاحظه میکنید که من تعداد بازدید خبرامو صفر همشون رو در نظر گرفته الان، ولی توی جلسه آینده تعداد بازدید رو با هم دیگه درست میکنیم. ممنون از توجهتون. تا جلسه بعدی، خدا نگهدارتون.